حدود ساعت 5 صبح بود که از خواب برخواستم. میدونستم که امروز در برنامه پروازی هستم، اما نمیدونستم که به کجا خواهم رفت. بیش از 3 ماه از شروع جنگ گذشته بود و هنوز دشمن در خاک ما مشغول جنایات خودش بود. حوالی ساعت 8 صبح بود که دستور پروازی را به دستم رساندم. در این روزها مأموریت های شناسایی دو نوع بودند، یا به منطقه عملیات و محل استقرار و تجمع نیروهای سطح دشمن مربوط می شد، و یا عکس برداری از نقاط حیاتی در عمق خاک دشمن که هر کدام با در نظر گرفتن عوامل مختلف ویژگی های مخصوص به خود را داشت. اغلب این مأموریت ها در ارتفاع متوسط یا کم انجام می گرفت، به خصوص نفوذ به خاک دشمن که در ارتفاع بسیار کم، حدود در ارتفاع کمتر از 30 متر انجام می شد، و تهدیدات پدافندی دشمن در این ارتفاعات حالتهای خاصی داشت که اقدامات تاکتیکی برای مقابله با اونها بسیار متنوع بود. البته گاهی این مأموریت‌ها در ارتفاع بالا انجام می شد که اون نیز نیاز به تاکتیک دیگری داشت و هر کدام طراحی مخصوص به خود را طلب می کرد. با توجه به مأموریت ابلاغی، مختصات جغرافیایی هدف را روی نقشه پیاده کردم. منطقه‌ای که باید در پوشش عکاسی ما قرار می گرفت در آن سوی گیلان غرب قرار داشت. ما باید از محل استقرار سپاه سوم عراق، از جمله مرکز فرماندهی یگان هلیکوپتری و نیز وضعیت آرایش سپاه عکس می گرفت. هواپیمای رهگیر عراقی، 4 سکوی پرتاب موشک‌های سام 2 و سام 6 و تعدادی آتشبار ضد هوایی مجموعه تهدیدات موجود در منطقه را تشکیل می‌دادند. زمان پرواز ساعت 1 بعد از ظهر انتخاب شده بود. ما جهت طراحی و هماهنگی فرصت کافی داشتیم و با توجه به بعد مسافت به سوختگیری هوایی نیز نیازمند بودیم. اهداف مورد نظر را به ترتیب اولویت مشخص کردیم. ارتفاع پرواز عکاسی 15000 پا محاسبه و تعیین شد. این ارتفاع از نظر بعضی از سیستم‌های پدافندی هوایی بسیار خطرناک بود. در این فکر بودیم که با توجه به اولویت‌ها بعضی از اهداف را به عنوان اهداف ثانویه در نظر بگیریم، ولی نمی‌توانستیم به سادگی به این نتیجه مثبت برسیم. تصمیم گرفته شد هر طور شده همه هدف‌های درخواست شده را در پوشش عکاسی قرار بدیم. 3 نوع دوربین برای انجام این مأموریت در نظر گرفته شد و قرار شد که هواپیما به سیستم‌های جنگ الکترونیکی مجهز شد. نیازمندی‌ها را به گردان نگهداری ابلاغ کرد. جلسه توجیهی با خلبان هواپیمای سوخت‌رسان و انجام هماهنگی لازم در ساعت 10:30 صبح انجام شد. قرار شد هواپیمای تانکر ساعت 11:30 از مهرآباد پرواز کند و روی آسمان ساوه در ارتفاع 20000 پایی منتظر بماند. آخرین هماهنگی زمینی و بررسی مجدد طرح پروازی با حضور افسر اطلاعات عملیات و هواپیمای اسکورت خودی همه و همه بررسی شد. ساعت بلند شدن هواپیما نزدیک بود. در حالی که دعای زیر لب زمزمه می کردیم، با اسم پروازی شهاب 3 از برج مراقبت اجازه پرواز گرفتیم. پس از بلند شدن، ارتفاع 5000 پایی را تا حوالی شهر ساوه حفظ کردیم. سپس مبادرت به اوجگیری کرده هواپیمای تانکر را در آسمان آبی کشورمان مشاهده کردیم. طبق قرار قبلی به سمت کرمانشاه جهت گرفتیم. حوالی همدان با حد اکثر سرعت به ارتفاع 18000 پایی صعود کردیم. درست در پشت هواپیمای تانکر و زیر دم آن قرار گرفتیم. با حفظ کامل سکوت رادیویی به پرواز ادامه دادیم. ما تقریبا شمال غرب کرمانشاه بودیم و هواپیمای تانکر با آهستگی خود را در ارتفاع 15000 پایی سطح دریا رسانده بود و در حالی که با فرودگاه صحبت میکرد اجازه گرفت که به سمت شهر و فرودگاه کرمانشاه پرواز کند. با هماهنگی رادار منطقه و پس از آخرین سوختگیری به سمت هدف جهت گرفتیم. به ارتفاع 200 پایی رسیدیم. قرار بود پس از گذشتن از مرز و قرار گرفتن در سمت پروازی مورد نظر با حداکثر سرعت به ارتفاع 15000 پایی صعود کنیم. به عبور از مرز، نقاط خالی از جمعیت را جهت عدم رؤیت توسط دیدبان ها انتخاب کردیم و ضمن پرواز در ارتفاع بسیار کم و حد اکثر سرعت ممکن چشم به اطراف خود دوختیم. سپس از روی صخره ها و لابلای ارتفاعات پر برف غرب کشورمان عبور کردیم و به مناطق کم ارتفاع و نسبتا مسطح خاک عراق رسیدیم. طبق اطلاع قبلی، اولین سایت موشکی سام 6 در 12 کیلومتری صد راه ما قرار داشت که کم و بیش موج رادار جستجوگر آن را روی صفحه خود مشاهده می‌کرد. سیستم های ضد الکترونیکی را به منظور ایجاد اختلال در سایت موشکی به کار انداختیم. طبق نقشه پیش می‌رفت و هر لحظه منتظر عکس‌العمل جدی بودیم. تمام حواسمان متوجه بیرون و همچنین سیستم هشدار دهنده راداری بود. سرانجام زمان اوجگیری فرا رسید.
همین که به ارتفاع 2000 پایی از سطح زمین رسیدیم و از آن گذشتیم، تعداد سیستم های پدافندی و راداری که روی ما کار میکردن بیشتر شد و تقریبا صفحه نشان دهنده راداری مملو از علامت مختلف و چراغای مربوط به آنها شد. ما تقریبا روی منطقه قرار داشتیم که سمت راست علامت شلیک موشک سام 6 را مشاهده کردیم، ولی با چشم چیزی ندیدیم. با سرعت زیادی پرواز میکردیم و زمان به کندی میگذشت. اکنون دیگر به ارتفاع دلخواه رسیده بودیم و طبق طرح روی مسیر قرار داشتیم. منطقه مورد نظر زیر پای ما قرار داشت و دوربین ها به خوبی کار میکردن. کمی بعد اولین صدای آشنا روی کانال رادیویی به گوشم رسید. صدای هواپیمای تانکر بود که میگفت شهاب 3 رادار شما را صدا میزند، روی کانال مربوطه به گوش باشید. صدای رادیو را زیادتر کردم. رادار اخطار کرد شهاب 3 دو فروند هواپیمای عراقی به سمت شما در پروازند، فاصله اونها با شما 18 مایل است. مدت زیادی نگذشت که رادار فاصله اونها را 12 مایل به راست اعلام کرد و بلافاصله دستور داد که به سمت چپ گردش کنیم، اما هنوز 10 مایل دیگر تا انتهای منطقه داشتیم. طبق محاسبه ما چون هواپیماهای رهگیر از سمت راست و از زاویه 90 درجه به ما نزدیک می‌شدند، زمان کافی برای ادامه مأموریت وجود نداشت. اما مجدداً اپراتور رادار با صدای مضطربی اعلام کرد شهاب 3 هر چه زودتر به سمت چپ گردش کنید، هواپیماهای عراقی در 8 مایلی شما قرار دارند. هنوز به چشم چیزی نمی‌دیدم و هشدار دهنده رادار نیز وجود هواپیماهای رهگیر را نشان نمی‌داد. چند مایل بیشتر به انتهای منطقه هدف باقی نمانده بود که صدای سیستم هشدار دهنده و همچنین نشان دهنده های این سیستم وجود هواپیماهای دشمن را در سمت راست اعلام کرد. بار دیگر اپراتور رادار در حالی که بغض گلویش را گرفته بود اعلام کرد شهاب 3 با شما هستم، دشمن در 4 مایلی سمت راست شماست، هرچه سریعتر به سمت چپ گردش کنید. در همین لحظه با چشم دو هواپیمای عراقی را به صورت دو نقطه در سمت راست مشاهده کردم. بلافاصله با انجام یک مانور شدید به سمت چپ گردش کرده و شروع به کاهش ارتفاع کردم. در مدت کوتاهی ارتفاع انقدر کم شد که به نزدیک زمین رسیدم. هواپیمای عراقی دیگر از دید ما خارج شده بودند و ما صدای اپراتور رادار را نیز نمی‌شنیدیم. طبق اعلام بعدی رادار هواپیمای عراقی به سمت ما شلیک کرده بودند، ولی به لطف و خواست خدای متعال ما از گزند دشمنها در امان مانده بودیم و توانستیم به نحو احسن از منطقه عکس برداری کنیم. ما هنوز به انجام مانور در ارتفاع کم ادامه مسیر میدادیم تا از تعقیب احتمالی در امان باشیم و در همان حال به سمت کشورمان در حال پرواز بودیم. نشان دهنده های رادار دیگر چیزی را نشان نمیداد و ما تقریبا 30 مایل از مرز دور شده بودیم.